حسن هاشمیان، تحلیلگر سیاسی و مسائل خاورمیانه از واشنگتن همراه ما هستن. آقای هاشمیان خیلی خوش آمدید. شما اهمیت این حمله رو در چه میبینیم و فکر میکنین که مسئولیتش با که بوده؟ این یکی از اهمیت‌های این حمله مسائل امنیتی اطلاعاتی. شما که اشاره کردید به واحد 190 نیروی قدس، این واحد این نوع سلاح رو از هیچ گذرگاه قانونی و رسمی بین سوریه و عراق رد نیم. بنابراین کاملا در یک عملیات محرمانه این انتقال صورت میگیره. باربریش هم در داخل عراق در هیچ ترمینال قانونی و رسمی که از طرف دولت عراق پذیرفته شده باشه اونجا بار در این کامیون ها گذاشته نمیشه و اصلا دولت عراق از این محموله ها کاملا بی اطلاعه و بنابراین این فقط واحد قصه که این مسار رو به این شکل اطلاع داره و اون مجموعه هایی که با اون کار میکنن. بنابراین اونایی که تونستن این کامیون ها رو مورد حمله قرار بدن به این معناست که به اشراف اطلاعاتی امنیتی بالاتر از واحد قصه و بنابراین اهمیت بسیار بسیار زیادی در این زمینه وجود داره. ضمن اینکه سپاه قدس و جمهوری اسلامی به طور مرحله‌ای این کامیون‌ها رو منتقل می‌کنه، یعنی یک دفعه اینها رو مستقیماً به سوریه نمی‌برن، همونطور که این کامیون‌ها که در 29 ژانویه مورد حمله قرار گرفته در یکی از روستاهای گرفتاده آلبو کمال اونجا استتار و مخفی شد و بنابراین این که اون طرفی که این حرکت کامیون ها را فهمیده کاملا اشراف اطلاعاتی بر سپاه قدس داشته و تونسته این کارو بکنه. اهمیت دیگه این قضیه این که از سال 2017 جمهوری اسلامی در استان دیرزور سوریه یک پایگاه بسیار بزرگی به نام امام علی اونجا را انداخته، کلی پول خرج کرده، شبه نظامیان افغانی و پاکستانی و عراقی و لبنانی رو اونجا گرد آورده، همچنین آمده عشایر منطقه، حدود 12,000 نفر از عشایر منطقه را بسیج کرده تحت عنوان لشکر شیرهای عشایر و کلی این خرج کرده در این قضیه. الان وقتی مورد حمله قرار بگیرن به این شکل، در واقع این سازمان پایگاه جمهوری اسلامی به هم میرید. آقای هاشمیان، شما به پایگاه نظامی جمهوری اسلامی اونجا اشاره کردید، من سوالم در همین ارتباط هست که به این شکل اصلا حضور نظامی و حمایت نظامی سپاه قدس در سوریه با چه هدفی صورت میگیره؟ اگر کوتاه پاسخ بدین ممنون میشم. ببینید، دیرزور دومین استان سوریه از نظر مساحته و به شکلی به استان دمشق و استان حمص مربوط میشه. جمهوری اسلامی با سلطه بر این استان اونطور که فکر میکنه، چون که الان سلطه پیدا نکرده، با سلطه بر این استان میتونه اون ترانزیت اسلحه به حزب الله را تا سواحل لبنان ادامه بده. یک مسئله دیگه هم خیلی مهمه، اخیراً در توازناتی که بین سوریه بشار اسد و روسیه و ترکیه شکل گرفته، جمهوری اسلامی رو به این ترتیبات جدید دعوت نکردن. جمهوری اسلامی فکر میکنه که اگر بتونه بر دیرزور مسلط بشه میتونه این ترتیبات رو هم به هم بزنه و یک واقعیتی رو بر ترکیه، بر روسیه و بر بشار اسد تحمیل کنه.